آداب مجلس و نشست ها. انسان در طبیعتش با مردم نشستن را دوست می دارد و هم دوست می دارد که به نشست و مناسبت هایشان حاضر شود. و چقدر زیبا است هر وقت که اهل خیر و نیکان در مسجد ها و خانه ها جمع شده می نشینند و نشست خود را با رعایت کردن آداب آن زیباتر می گردانند. و یکی از آداب های آن سلام دادن در وقتی در آمدن و سلام دادن در وقتی بر آمدن از مجلس. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه کسی از شما وارد مجلس می شود باید سلام دهد، و چون به قصد ترک مجلس می خواست برخیزد باید سلام نماید، زیرا سلام اول بهتر و شایسته تر از سلام پایانی نیست. حدیث با روایت امام ابو داود و امام نسائی. و به انسان ضرور است که تا به پایان رسیدن نشست همراه مردم بنشیند، در مجلس با مردم شوخی نکرده آنها را آزار ندهد. جابر ابن سموره گفت وقتی که به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمدیم هر یکی ما تا آخر نشست می نشستیم، و برای نشستگان در مجلس لازم است با هم نزدیک بنشینند تا جای نشست به دیگران نیز کفایه باشد. الله سبحانه و تعالی فرمود ای مؤمنان، چون به شما گفته شود که در مجلس ها کشاده بنشینید، پس جای را کشاده کنید تا الله برای شما هر مشکلی را کشاده کند، و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید. سوره مجادله آیه 11. یعنی باید در نشستن بین آنها جدایی انداخته نشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند به مرد حلال نیست که بین دو شخص داخل شود مگر با اجازت هر دوی آنها. حدیث با روایت ابو داود و ترمذی. یکی از اهل نشست از جایش نمی خیزد تا شخص دیگر به جای او بنشیند، و یا جایز نیست که او را از جایت بخیز گوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ کسی شخص دیگری را از جایش نخیزاند که تا خود به آنجا بنشیند، ولی برای دیگران جا را باز کند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. شخصی که در یک نشست و یا مجلس می نشیند پس از آن از جایش خسته و بیرون رفت و زود بازگشت، در این حالت او به مکان خود حق دارتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شمایان از مجلس بخیزد پس به مجلس بازگشت، پس او به آن مکان حق دارتر است. حدیث با روایت امام مسلم. و به اهل مجلس واجب است سر و اسرار آن نشست را حفظ بکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مجلس ها با امانت است، باید همه مجلس و نشست ها از ذکر الله خالی نباشد. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ قومی نیست که در جای گردی هم بنشینند و ذکر و یاد الله تعالی در میان آنها نباشد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود نفرستند مگر اینکه همه مجلس سبب حسرت و پشیمانی آنها در روز قیامت خواهد بود. حدیث با روایت امام ترمذی. و به اهل نشست لازم است که آنها به گفتن ذکر کفارت مجلس در آخر مجلس همیشه حریص باشند، و آن ذکر چنین است: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حدیث با روایت امام ترمذی.